بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و عترته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. يا من ذكره شرف للذاكرين و يا من شكره فوز للشاكرين و يا من طاعته نجاة للمطيعين صل على محمد و آله و اشغل قلوبنا به ذکرک عن کل ذکر و السنتنا به شکرک عن کل شکر و جوارحنا به طاعتک عن کل طاعه. در این دعای مبارک و نورانی 11 صحیفه سجادیه در مقدمه نکاتی را درباره اهمیت ذکر و ضرورت ذکر بیان کردیم. و در ادامه کلام امروز نکات دیگری رو مطرح میکنیم و البته دیروز بیشتر در بحث ختم به خیر و خاتمه خیر و لزوم توجه به ختم به خیر که بهترین راهش ذکر است و یاد پروردگار متعال عرائضی مطرح شد، وارد میشیم به متن دعا. یا من ذکرهو شرفون لذاکرین، ای خدایی که یاد تو و ذکر تو شرافت است برای ذکر کنندگان. بله، این ماده ذکر همون گونه که در التحقیق فی کلمات القرآن الکریم در جلد سوم آمده گفته است که تذکر در مقابل غفلت و نسیانه، یعنی به در حقیقت تفسیر و ترجمه به زد. یه وقت انسان از یک مطلبی، از یک حقیقتی غافله، فراموش میکنه، یه وقت متذکر به آنه، متوجه به آنه، این ذکر. خب وقت این ذکر گاهی توجه و یاد و ذکر قلبی است، گاهی زبانی. و جناب صاحب تحقیق می‌فرماد به این که ذکر زبانی نمونه‌هایی از قرآن مثل عرض به این که این آیه مبارکه که و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو مدبرا، وقتی خدایت رو در قرآن یاد می‌کنی به تنهایی، یعنی دیگه برای شریک قائل نیستی، اینها پشت می‌کنن. که اینجا معلومه که ذکر زبانیه، پیامبر حرف میزد دیگه، قرآن رو میخواند. یا قالو سمعنا فتن یذکر، بله یذکرهم، این فتن یذکرهم، این مشخصه که مراد ذکر زبانی هست. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها، و حیوان هایی رو که میکشتن و یاد خدا نمی کردن، معلوم میشه این ذکر زبانی هست، به زبان نمی آوردن. اذکرنی عند ربک، جناب یوسف ها به اون دوستش گفت که اذکرنی عند ربک، خب این هم یاد دیگه، یاد زبانیه، تو دلش که فایده نداشت که، باید به زبان میگفت از یوسف در نزد پادشاه مصر. بله، فس او الى ذکر الله اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، فس او الى ذکر الله، فس او الى ذکر الله، که این ذکر ذکر چی است؟ میتونه اینجا ذکر زبانی باشه، البته ذکر قلبی هم میتونه باشه، چون خود کلیت نماز هم ذکره، حضور در جمعه خودش ذکره. اینا رو نمونه هایشون آورده برای ذکر زبانی. ذکر قلبی مثل فذکرونی اذکرکم، خدا میفرماد بیاد من باشید تا بیادتون باشم. خب مشخصه که این ذکر ذکر قلبی هست، ذکر هر شب بین که دل هست، هر شب بین که اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل، متوجه نیست انسان که ما قبلا خلق کردیم. خب دوباره هم که برامون سخت نیست، این توجه اون یاد از امر قلبی است. یا وذکر نعمتی علیک، وذکر ربک فی نفسک تضرعا، وذکر عبادنا ابراهیم، ارشد به این که وذکر ما یتلافی، بله ما یتلافی بیوتکن نه افلا تتذکرون، قلیلا ما تتذکرون،
به ذکر الله تطمئن القلوب، اینا این ذکر که آرامش بخشه، ذکر قلبی هست، ذکر دلی هست. بله، اموال لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، عن ذکر الله بچه هاتون ثروت شما رو از یاد خدا باز نداره، یاد خدا باز نداره. این اما اغلبش همون ذکر قلبی هست، ذکر توجه، اگرچه ذکر زبانی رو هم میتونه باشه، یا ذکر للمؤمنین، ذکر لاولو الالباب، تذکرتن لمن یخشا و امثال ذلک. کالشون نمونه های دیگه ما آورده، من هم اینقدر کفایت میکنم. این پس فرمایش تحقیق در بیان معرفت به این که ذکر که ایشون ترجمه به ضد کرده، یعنی این که از طریق معنای ضد که نسیان هست و غفلت هست، معنای ذکر رو اینجوری بیان کرد. عرض کنم خدمتتون به این که وقت این ذکر، این تعبیر میکنیم ثنا، بله، که در قرآن آمده، در روایات، این هم ذکره، دعا این هم ذکره، نماز این هم ذکره، قرائت قرآن ذکره، همه اینا رو شامل، حدیث، بیان حدیث این ذکره، بیان حلال و حرام الهی، ذکر حلال و حرام الهی که نهاده حلال و نهاده حرام اینا ذکره، چون توجه پروردگار و متعاله. خود اخبار رو عرض کنم به این که یا اخبار فرمایشات ائمه علیهم السلام، انبیای الهی، اوصیای الهی، صالحین، اینا همه ذکره، اون چیزایی که انسان رو متوجه به مبدع میکنه. عرض کنم که این ذکر حالا گفتیم زبانی باشه یا قلبی باشه و یا رفتاری باشه، رفتاری باشه، بله خودش هم ذکره، بله، ذکر، ذکر زبان، ذکر به قلب، ذکر به ارکان، ذکر ارکان این سری اعمال رو انجام دادن. ذکر زبانی مشخص، حمد الهی، تسبیح الهی، تمجید الهی، قرائت کتاب الهی، بله، همین آیات مبارکات سوره مبارکه حدید و سوره مبارکه مسبحات و هو الله خالق البارئ الفالق المصور له الاسماء الحسنى و چه و چه و چه، این همه ذکر، ذکر زبانی است. ذکر قلبی چطوری هست؟ ذکر قلبی ان یتفکر فی الدلائل علی ذات الله و صفاته، بله این ذکر، شما تفکر بکنید در این آیات الهی، نشستی همین طوری در یک منظره جنگلی و این برگهایی که تکان میخوره و این عرض شد به این که پرندگانی که در اینجا دارن میخوانند، آوازخوانی میکنند و این نسیمی که میوزد و این آبهایی که جاری هست، اینا رو نگاه میکنیم بی افالله شک کن فاطر السماوات والارض، این ذکره، همه تو دلت میگی، توجه و تمرکز بر ادله اثبات ذات خدا، اثبات صفات خدا، رازقیت خدا، خالقیت خدا، جمال خدا، کمال خدا، اینا همه چی؟ ذکره، ذکره. و همین جوری اگر انسان مثلا ملحدینی ایجاد شبهه میکنن، انسان دنبال پاسخ بیفته، پاسخ، بله، پاسخ ملحدین را، پاسخ معاندین را، خب طاعنین را، اینا هم ذکره، ادام این کسانی که کتاب نوشته اند، تألیفات کرده اند، پاسخ به شبهات داده اند، اون وقتی که فکر میکنه اون محقق که تنظیم کنه مطالب را که چطور میشه این شبهه را با این مقدمه، با این مؤخره، بله، با این مثال نوشت و بیان کرد، این ذکر الله، این بهترین ذکر الله، ذکر این که شما بشینی یه جای فقط سبحان الله بگی، که این بهترین ذکره، بخاطر اینکه گاهی این صدها نفر رو نجات میده. اون وقتی که شهید مطهری چپ در اتاقش می نشیند و فکر می کند و می نویسد، اون بهترین ذکر مشغوله، مدارسات علمی حتی افضل از اعمال شب قدره، بهترین عمل شب قدره، این هم فی ذکره، بله. و همچنین عرض شد به این که کیفیت تکالیف الهی، احکام الهی، اوامر الهی، نواهی الهی، وعد الهی، وعید الهی، اینا رو که توجه بکنه انسان بر اساس اوامر خودش عمل کنه، مقلدین او عمل کنن، نواهی رو خودش ترک کنه، دیگران متناهی بشن، بله همه اینها
انواع من الذکر. بله، به خاطری که توجه به پروردگار متعال و توجه به احکام پروردگار متعال. و ها کذا دیگه شما برو به مرحله بالاتر، تفکر در اسرار مخلوقات و بله چیه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اینا همه عرصت به این که ذکر الهی است، این که انسان از ذرات این عالم تا برسد به کهکشانهای این عالم و عجایب این عالم توجه کنه به موجد و به وجود آورنده و به موجود آورنده حکیم، به وجود آورنده حکیمی که چقدر زیبا بین این امور، بین این امور شتا بله و متفاوت چطور تنظیماتی قرار داده است. بله، این هم در رابطه با اون مرحله ذکر عرصت به این که گفتیم در حقیقت اینا جز ذکر قلبی میشه حساب کرد. ذکر به ارکان هم که این که انسان وجود خودش رو ممحض بداند در انجام تکالیف مأمورون به، یعنی علا ای حال زندگی او یا ترک حرام باشد یا انجام واجب یا توجه به مستحبات باشه یا ترک مکروهات. این ذکر دیگه، التفات آدم داشته باشه به این که کارش بالاخره در این چارچوبه باشه، حرام مرتکب نشه، واجب رو ترک نکنه، مستحبات رو شائق باشه، مکروهات رو فاصله بگیره، حد اکثر عرصت به این که در تلذذات از مباحات استفاده کنه. این که انسان از نهی الهی منتهی باشه خودش ذکره، خود این توجه قلبی به این که من روزگارم و اعمالم و رفتارم و گفتارم و کردارم در این چارچوبه باشه، این ذکره. ذکر لذالک میبینیم که خود نماز را ذکر نامیدن، که فرمود فسعوا الی ذکر الله، فسعوا الی ذکر، نماز جمعه است دیگه، سوره جمعه. حالا دیگه بعضی همین معنایی رو که ما کردیم، ذکر قلبی را، ذکر زبانی را و عرصت خدمت شما به این که ذکر ارکانی را در یک قالب دیگه بیان کردن عزیز من. فرمودن به این که ذکر سه نوعه، ذکر به زبان و ذکر به قلب. ذکر به قلب دو نوعه، ذکر قلبی دو نوعه، ذکر یا تفکر در عظمت پروردگار و متعال و جلالت او و ملکوت او و آیات ارضی و سماعی او، این ذکر به قلبه. یکی هم گفتن همین ذکر عند امرهی و نهیه. بله، حالا شما دو قسم بکن، قسم دوم را تقسیم بر دو کن بشه سه تا، یا این که از همون اول بگو سه تا. بله، ذکره عند امرهی و نهیه که امتثال امر و اجتناب از نواهی و توقف در هنگامی که مشتبهات هست، مشکلات هست در اونجا، این هم ذکره. و فرمودن شیخنا آقای عرشبت بون که سلطانی امروز در محضر جلسه مهمان ما هستن و نایب عزیزان دیگر که در پشت این دستگاه نشستن، البته آقای عرشبت بین که بلم نیست، بلم باید ما جریمش کنیم. عرض کنم خدمتتون به این که تقصیر البته آقای باقریه، این اول میخواست متوجهش کنه که خودشم فراموش کرد. بله، عرض کنم در میان این انواع، در میان این انواع میگن که ارفع اینها و اعلا درجه اینها کما اشرنا سابقا تفکر هست. توجه فرمودین؟ تفکر. چرا؟ به خاطری که روایاتی داریم که اینها در فضیلت ذکر خفی است، در ارجحیت ذکر خفی، و بهترین ذکر خفی تفکره، تفکره. و روایات داریم که از اف درجات ذکر، ذکر چی هست؟ ذکر زبانی هست. ها ایوا دست هر پیرزنی برمیاد، دست هر استخون شکسته و زمینگیری هم برمیاد، اما اون کار هر کسی نیست. باید آیت الله باشی، باید اهل فضل باشی که اون در اون فکر بکنی و راه حل پیدا کنی، راه علاج پیدا کنی، شبهات رو برطرف بکنی. اون کار هر کسی نیست که، لذا اون عرفه. در این حال همین ذکر زبانی که از افش هست، باز خودش در این حال فضیلت داره، فضیلت زیاد داره. روایات داریم ذکر زبانی، میشینید این ذکر رو بگید
جمعه این ذکر رو بگید، شنبه این ذکر رو بگید، یک شنبه این ذکر رو بگید، صبح بله در نماز مثلا فرد وتر این ذکر رو بگید، چهل تا مؤمن دعا کنید، تو این ذکر دیگه، ذکر اون هم خیلی مهم، اما توجه داشته باشیم که بالاخره اینا درجات داره، درجات. یا من ذکرهو، ذکرهو چیان؟ شرفان. خب حالا ما درباره خود ذکر بیان کردیم، معنای ذکر بود و اقسام ذکر بود، حالا ما درباره ذکر حرف داریم بره گفتن، خیلی حرفای مهم و لذیذی میرسیم انشاءالله، از بزرگان نقل کردیم اینجا. یا من ذکرهو شرفانی، شرفان رو بگیم، شرف ای خدایی که یاد تو و ذکر تو حالا باللسان باشه، بالجنان باشه، بالعمل بالارکان باشه، به هرچه، این ذکر تو ماهیه شرافت هست برای ذاکرین. شرف چیه بابا؟ علو المنزله، علو المجد، بزرگی، سربلندی. بله ماهی سرفرازیست، میگه آمدی سرفرازمون کردی، سرفرازمون کردی. بله ذکر الهی شرف میدهد، سربلندی میدهد به اون ذاکر. شیخنا در همه جا یاد کردن، ذکر کردن برای مذکور شرفه. چون وقتی بالای منبر از فلان آقا تعریف میکنی، از فلان مداح تعریف میکنی، از فلان سخنران تعریف میکنی، او رو بزرگش میکنی. اما در اینجا ذکر خدا برای ذاکر شرفه، خودت رو بزرگ میکنی به وسیله یاد خدا. یا من ذکرهو شرفان، نه لکه، نه لی، برای منی که ذاکر هستم. یا من ذکرهو شرفان لذاکرین. بله در غیر پروردگار و متعال شرف برای مذکوره، اما برای پروردگار و متعال شرف برای ذاکره. چرا؟ به خاطری که نفعش و فائدهش برمیگرده به خود ذاکر. ذاکر هست که با ذکر خودش خودش رو متصل می کند به مبدأ فیض، نه؟ ذاکر هست که وقتی که ذکر می کند پیدا می شود، و الا قبلش گمه، قبلش حیرانه، به وسیله ذکر پیدا میشه که صاحب داره، که مولا داره. بله به وسیله ذکر پیدا میشه که به یک تکیگاه عظیم متصل، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقتی گفتی اینو فهمیدی، بعد میگه اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم. و الا اگر ذکر نبود میشه غیر المغضوب، اون المغضوب علیهم و ظالین. بله گم میشی، ظالین دیگه، گم شده ها. مغضوب هم هستن به خاطری که دیگه امر و نهی حالشون نیست، هر غلطی میکنن مغضوب میشن دیگه. بله به وسیله ذکر شما به منبع فیض وصل میشی، لذا این شرف هست برای انسان. و خدا مستغنی هست از ذکر ما. این ذکر در حقیقت به تعبیر رهبر انقلاب وقت درباره نماز فرمودن نماز نیاز ماست، نماز نیاز ماست، ما به نماز نیاز داریم، نه نیاز خود. خدا چی نیاز داره؟ استغناء الله تبارک و تعالی عن صلاتنا، عن صومنا، عن حجنا، از تمام اعمال ما. و نکتتون لطیفتون هنا، و نکتتون لطیفتون هنا، این که فرمود یا من ذکرهو شرفون لذاکرین، برای چی؟ لعل در این جمله یک تلمیحی و یک اشارهی به این فرمایش خود خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 152 باشه که فرمود اذکرونی اذکرکم. یکی میگه یا من ذکرهو شرفون لذاکرین، ای کسی که ذکر تو شرف است برای ذاکرین، یک از این جهت که ما ذکر میکنیم خودمون رو وصل به مبدا فیض، از این جهت پس شرف برای ماست، و حیث دیگر از این جهت که خدا فرموده اگر تو منو یاد کنی من تو رو یاد میکنم، پس اینم شرف دیگه. ما رو چه بالا اذکرونی اذکر. به حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه گفتن آقا نصیحتمون کنید، نصیحت رو قدیما میدادن جوونا
اوضاع بهتر بود، ارتباط با روحانیت و ارتباط بگیم بهتر بگیم ارتباط روحانیت با مردم با نسل جوان بیشتر بود، بهتر بود، دغدغه بود، دغدغه مندی بود. بعد دیگر که دنبال کار خودش رفته، کار اصلی فراموش شده. اون زمان دفترهاشون رو میدادن میگفتن که مثلا یک نصیحتی برای ما بنویس. لابد به علامه طاطم اینجور چیزی گفتن، فرموده بود چه حرفی بهتر از نصیحت خداوند که خدا در قرآن فرمود اذکرونی اذکرکم، بیاد من باشید تا بیادتون باشم، واشکرولی ولا تکفرون. مدت ها بود من سفر تبلیغ میرفتم، اگر از من میخواستن چیزی در دفترشون یاد داشت بنویسم، همین رو به نقل از علامه، به علامه طباطبایی گفتن ما رو نصیحت کن و ایشون این آیه رو خوند که هم تجلیل و تکریم از اون بزرگ باشه و هم همون جمله رو ما از زبان ایشون منتقل کنیم به این نسل جدید. اذکرونی اذکرکم، خیلی توش حرفه. یا من ذکره شرف للذاکرین، بما انه، وقتی ما ذکر میکنیم خودمون رو ترفیع میدهیم، شرافت میدهیم، سربلندی میدهیم و نیز به حیث این که وقتی ما ذکر میکنیم او را، او هم یاد میکند ما را، پس شرف است برای ما. بله، این هم از این، به خاطری که وقتی آقا و مولا ما رو یاد کنه این شرافت است برای ما، بزرگی است برای منزلت ما. لذا میبینیم در حدیث قدسی هست، فرمود من ذکرنی فی ملئن ذکرته فی ملئن خیر من ملئه، اگر کسی یاد کند مرا در میان جمعی، من در میان جمعی بهتر از جمع او رو یاد میکنم. شما رفتی خدا رو در یک جایی، در بیغوله ای، در میان جمع روستایی، در میان جمع دورافتاده یاد کردی، خداوند متعال در میان جمع کثیری از خواص و از دانشمندان تو رو یاد میکنه، مطرحت میکنه. در سنن ابن ماجه صفحه 1255، من ذکرنی سرن ذکرتو علانیتن، اینم واسه حدیث قدسی، کسی که من رو یاد کنه سرن ذکرتو علانیتن، میخوام بگم این شرفان لذاکرین به حیث این که خدا یاد میکنه، بدون این حیث هم شرفه ها، اما این به حیثی که او هم یاد میکنه این خود شرف مضاعفه دیگه. من ذکرنی سرن ذکرتو علانیتن، وسائل شیعه جلد 4 صفحه 1188 در جلد حدیث دو عرض شد به این که خب حالا این خدا چطور یاد میکنه؟ چه بسا حالت او را، شرافت او را، کمالات او را، محبت او را در میان مخلوقین از ملائکهش، در میان مخلوقین از بندگانش ایجاد میکنه. بله، چیه فرمود؟ آیه عرض کنم به این که فرمود که اگر شما چه کنید من محبت شما رو ایجاد میکنم در دل دیگران. بله، احسن، سیجعل لهم الرحمن ودا، سیجعل لهم الرحمن ودا، آمنو عمل الصالحات، عمل الصالحات دیگه طبق این معنی که کردیم خودش یک نوع ذکر، ذکر ارکانیه دیگه، نه ذکر دیگه. خب سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا ود ایجاد، یک نوع ود اینه که محبت در قلوب مؤمنین ایجاد کنه، محبت در دل فرشتگان ایجاد کنه، عشق رو تو دل فرشته، فرشته ها رو عاشق او کنه، دعا کنن براش. لذا میبینیم در مناجات ذاکرین حضرت سید العابدین و زین الساجدین امام سجاد علیه السلام این جمله آمده، و امرتنا به ذکر که و وعدتنا ان تذکرنا، امر کردی تو را، تو مرا، تو ما را به این که تو را یاد کنیم، و وعده داده ای که ان تذکرنا تشریفن و اکرامن، گفتی اگر منو یاد کنید من شما رو یاد میکنم تشریفن و اکرامن، حالا او تعبیر تعجبن یا تفخیمن و اعظامن، از باب تعظیم، تکریم، تفخیم. بله بله، خدا خودش این وعده رو داده و امام سجاد علیه السلام عرض می‌کنه امرتنا به ذکرک و وعدتنا اذکرونی اذکرکم، اذکرونی اذکرکم. بله، این مناجات خب در مناجات در مفاتیح هست، در بهار جلد 94 صفحه 951 هم هست. ما در اینجا لازم دانستیم که جملاتی، البته عین اون و
بعد روایاتی که شون آورده من تکمیل کردم و تنظیم کردم. جملاتی از رساله نور علی نور فی ذکر و ذاکر و مذکور، و در بحث ذکر و ذاکر و مذکور در مقدمه مفتاح الفلاح شیخ بهایی نکات زیبا آمده که ما یک بخشی از اون رو در اینجا ذکر میکنیم و به شما نوید میدهم، و بعد انشاءالله بعد از بیان فرمایشات جناب شیخ بهایی جملاتی از حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در بحث ذکر که قوقا کرده در حدیث 18 40 حدیث، و جملاتی از اون رو هم عرض خواهیم کرد، و برای اینکه قدردانی بشه از بزرگانمون، از کسانی که صاحب منت با ما هستن، عرض کنم در اینجا جناب شیخ بهایی میفرماد به این که، حالا این همین جمله اول رو بگم بعد حدیث دیگه طولانی میشه، حروم میشه وقت، فکر میکنم نتونم کاملش رو بیان بکنم. ایشون میفرماد خداوند در هر چیز به کمیت اکتفا کرده است. نماز صبح بگید 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، نماز عصر 4 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشاء 4 رکعت، نماز شب 11 رکعت و هاکذا. روزه ماه روزه سالانه چند ماه؟ 1 ماه و هاکذا و هاکذا. حج در طول عمر 1 بار. خداوند در هر چیز به کمیت اکتفا کرده و حد برای آن معین فرموده، مثلا نماز 5 مرتبه، روزه 1 ماه، زکات از نصاب معین، بله، چند تا گوسفند که شد به بعد، چند تا گاو که شد به بعد، چند تا شتر که شد، چند نفر شتر که شد به بعد، ولی برای ذکر حدی معین نفرموده است. فرمود اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا، نه؟ جوری فرمودی. فرمود این مطلب مضمون روایت است در کتاب دعای اصول کافی که جناب ثقت الاسلام کلینی به اسنادش روایت کرده، وقت روایت رو اینجا نقل میکنه و این روایت روایت عجیبی است. باشه که ما متن روایت رو انشاءالله فردا بخوانیم که کامل باشه، بتونیم همه مطلب رو بخوانیم، فرمایش شیخ بها رو فردا کامل بتونیم بیان بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و عترته الطاهرین، اللهم صل علی محمد.